فیلم سلام بر عشق از آثار دیگه پرطرفدار کارنامه بازیگری مرجانه. مرجان تو این فیلم نقش زنی آوازخون به نام زری رو بازی میکنه که ازدواجش با حبیب و بعد از اون درگیریش با مدیر کافه‌ای که اونجا کار میکنه باعث ماجراهای خطرناکی تو زندگیش میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سالهای سال بود چشم به راه تو بودم، همیشه احساس میکردم بالاخره روزی تو رو پیدا میکنم، اما افسوس وقتی تو رو پیدا کردم که در آغوش زن دیگه ای هستی. تو به عشق و وفای من خیانت کردی. حالا میفهمم که عشق و وفا و محبت همش دروغه. من از همین امشب میرم و خودم رو به رسوایی کشونم تا تلافی بیوفایی و دروغ تو رو کرده باشم. فیلم سینمایی میلیونرهای گرسنه که تو سال 1346 ساخته شده از این قراره که راننده تاکسی برای به دست آوردن پول نجات یکی از دوستان بیمارش به مهمونی باشکوهی که تصادفاً کارت دعوتش رو پیدا کرده میره. در اونجا با دختر متمولی آشنا میشه و این دو نفر عاشق هم دیگه میشن. چند وقت بعد متوجه میشه که دختر هم به طور اتفاقی به اونجا اومده بوده و دختر پولداری نیست. بخشایی از فیلم میلیونرهای گرسنه رو با هم تماشا میکنیم. چرا نمیخوابی؟ سرم درد میکنه، میرم بیرون یه قدمی بزنم. همیشه سعی کردم برای شما جای خالی مادرمونو پر کنم. الانم به خاطر خوشی و خوشبختی شماست که از زندگیتون دور میشم. اگه پیش شما میموندم جز غم و ماتم‌زدگی چیز دیگه برای شما نداشتم. این نامه خداحافظی همیشگی من از شماست. خوشبخت باشی. این تنها آرزوی من. آرزوی من. خودش آورده باشه. نمیدونم اون هر جایی هست از تهرون بیرون نرفته تا سم نشه نمیتونه جایی بره. به فرض که اینطور باشه کجا میتونیم اونو پیداش کنیم؟ اول اصلا میریم پروی اسقر اینا، اونا شوفر تاکسیان، همه جای تهرون رو بلدن، اونا به اینو کمک میکنن. فیلم بر فراز آسمان ها که تو سال 1357 ساخته شده از این قراره که خلبان جوونی قبل از اینکه بتونه ازدواجش با دختر مورد علاقش رو به شکلی علنی اعلام کنه فوت میکنه. همسر خلبان به ناچار فرزندش رو به دنیا میاره و به خانواده ای میسپره. خودش هم به طور ناشناس توی اون منزل مشغول به کار میشه. بعد از سالها فرزند خودش تبدیل به یه خلبان شده.
بخشایی از فیلم بر فراز آسمان ها رو با هم تماشا میکنیم. تعلیماتی پسرت شاهین تمام شد. حالا دیگه اون یک خلبان ورزیده نیروی هوایی شده. نمیدونی چقدر از اینکه تو به آرزویت رسیدی خوشحالم. مسئولیتی که پدر شاهین به عهده تو گذاشته بود با کوشش تو به پایان رسید. امیدوارم روح سرگود رامین از اینکه تو به تعهدات خودت وفا کردی شاد شده باشه. من شاید چند روز بیشتر مهمان این دنیا نباشم. گمان کنم وقتی تو از زندان آزاد بشی من زنده نباشم. ولی در این لحظات آخر زندگی از خدا آرزو میکنم که روزی پسرت شاهین نزد تو بازگردد و به وجود مادری چون تو افتخار کند. از تو طلب بخشایش دارم. بشر دوست. درختان ایستاده میمیرن فیلم با بازی کتایون و منوچهر وسوق محصول سال 1350. پیرزن میلیونری آخرین روزای زندگیشو میگذرونه. تنها آرزوشم اینه که نوه و نامزدشو ببینه. اطرافیان پیرزن سعی میکنن این خواسته اونو عملی کنن، ولی خبر میرسه که نوه پیرزن تو سقوط هواپیما کشته شده. اطرافیان پیرزن که میدونن اون آخرین دفعه کودکی های نوشو دیده، جوون تعمیرکاری رو انتخاب میکنن، دختری رو هم به عنوان نامزدش معرفی میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مگه نمیدونی خانم مریضم باید تنها باشه؟ اگه باید تنها باشد پس تو گردن کلوف اینجا چیکار میکنی؟ ای که خانم مریضه بله همچی میزن. اگه مردی باشه بیا با دختری گلش میزنی، بندر کوکوتک میزنی، تلگرافم که نمیزنی. بادم چیه؟ چیتونه؟ چی غضنفر؟ آیا پوشخانه برای شما تلگرام و بوله خر بده به آقا؟ ای برای پوشخانه میگه بودم به خانم، تو میگه بوله بودی به آقا؟ فرف پوشخانه را قبول میکنه حسنه یا که نمیکنم؟ ببر بده به آقا. بگو ببینم غضنفر از کجاست؟ آیا پوشخانه میگو به نظرم از آفریقا، آمریکا آمد. از آمریکا؟ آه همونجا. بیار اینجا بچش. بیار ببینم. بفرمایش. مشتلو 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 خدایا مشتلو. از نوامه، از حمیده، نوشته تا پنجشنبه میاد. خانوم از جاتون حرکت نکنید، مگه نشنیدید دکتر چی میگفت؟ هم بشتاسی احمقه. خب برای با مویز چی برمون خانوم؟ خواهش میکنم استراحت کنید. نه دیگه حالم خوبه، خوب شد. نوام نوشته بر میگرده. نوامتون؟ آره از آمریکا بر میگرده. آقا کجا؟ آقا دمیده رو کنیم جد دمیده. خانوم جون شما نباید از جاتون بلند شید، باید استراحت کنید. این وردشون سق سیاته ببرد. یه پرم مگه تلگراف من نمیشتم آقا عجب آدم یا حیف این دختر که بخواد نامزد یه نفیل عجب این دختر رو بزه میده چیم بکنم؟ شمار میکنی؟ هیچی احتشام مرسه بده. توی فیلم میخک سفید ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه. محمود که خاطرخواه ستاره شده، خونه‌ای مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یک کاباره بزرگ دعوت میکنه. از طرفی جوون دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه. فیلم میخک سفید محصول سال 1351. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ستاره
ستاره ستاره ستاره کجایی؟ ستاره مسعود کوچولوی من، متاسفم که باید بهت بگم دیگه بازی تموم شد. من تا تونستم از زندگی کوتاه با تو لذت بردم و دیگه موندن من پیش تو برام لطفی نداره. خسته کننده و ملال آور شدی. ببخشی از این که تو رو بازیچه دست خودم کردم، هرچند که تو هم از من لذت بردی و به این ترتیب با هم بی حساب شدی. من به کار سابقم برمیگردم و امیدوارم که دیگه مزاحم من نشی. خدا حافظ برای همیشه.